و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایه کسی که روزه میگیره همیشه سالم میمانه، یعنی روزه بگیرید تا سالم بمانید. و همچنان ماه مبارک رمضان فرصت مناسبه برای ترک رفتارهای نامناسب ما هست، پس تلاش کنیم که رضایت الله جل جلاله را کسب کنیم. دیره گفتین از کجا جمع کردن؟ این بیرون دکردا جمع کردیم. از کردا جمع کردیم. نیم سیر بوره شد، آرد، برنج، لوبیا، نخود، روغن، خرما، امرای رو افزا به خاطر افطاری. و این همچنان نگفته نمونه که امون لست است که لست داره که ما همیشه خریداری میکنیم عزیزا. بنام خداوند یکتای مهربان سلام و عرض ادب خدمت تمامی شما عزیزا. ماه مبارک رمضان، ماه مهمانی خدا را از صمیم قلب به تمام شما عزیزا مبارک بات میگم. امید که یک ماه پر از برکت و پر از خوشی های بی پایان نصیب همه شما عزیزا بگرده. و امروز باز هم با یک از برنامه های دیگر مساعدت شما عزیزان را خوش آمدید میگم. دوستا باز هم قسمی که فکر میکنین که باز هم چطور که ما همیشه همه روزه میرفتیم وقتی که مساعدت میکردیم به عزیزای ما به خانه هایشان میرفتیم، امروز خواستم که در یک فضای باز همه دوستا را اینجا دعوت کنم و مهمان هم داشته باشم در برنامه با خود. و ضمن ازی که من مهمان داشته باشم میتونم که یک چند لحظه که از طبیعت زیبا از طبیعت آزاد هم مستفید شون عزیزای ما. و امروز همچنان مهمان خیلی خوب را در برنامه هم با خود دارم که سید نجیب الله روانشناس هست. خیلی زیاد بر شما خوش آمدید میگم. سلام بر شما. تشکر. ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامک ای کنم باز، ای یاد تو مونس و روانم، جز نام تو نیست در زبانم. ما مرز سلام و وقت بخیر دارم خدمت تک تک شما، خدمت شما و بلندای محترمتان. امید است که جور صحتمند باشن و لباس عافیت وطن داشته باشن و خوشحال هستم که در این روزای مبارک در خدمتشان هستم. بسو تشکر میکنم. باش که امی مایک هم از امیجا بگیرم و خوبتر میشه که من به دست خود باید داشته باشم مایک. و یک سلام مجدد همچنان برای برادر خیلی خوبم، برای قاری صاحب عزیز. خیلی زیاد خوش آمدین. شما خیلی زیاد خوش آمدید. چه خدا رو تاست خیر دار که الله تا اجر دار که چه من گم دست خزه ترا وستلو او ملمانم کړو از من گم پختنه وکړه احوال پرسی مولا وکړه تاسو نو ډیر زیاته مننه چې الله دې تاسو ته اجر درکړي چې موږ هم دې زیاته راوستلو. خیلی زیات زنده باشین قربانتان. قاری صاحب عزیز چطور از فضیت، البته فضای باز و وضعیت که ببینین چقدر گل و گلکاری به نظر خود چقدر خوب است؟ والا دخشان عزیز تا خو زم مخکې نیم راغلی دا ولا دفعه چې هم دلته راغلم او دا زمي ولیدو نو ډیر زیات خوشاله شوم چې دلته راغلم او کیناستلم. دا نور دا ګولکاری نه او دا ګولونه او دا زمنګ زکه نشته ره. خدای پای تاسو ته زیات اجر درکې چې زر دل ترالم او تاسو نن بنځ دینم دا هر څه ولیدل. زنده باشین قاری صاحب. خدا کنه که جایی که ما برای مهمانای عزیز امروز انتخاب کردیم و بر قاری صاحب همچنان خدا کنه که مورد پسندشون قرار بگیره. و قاری صاحب عزیز چقدر خوب است قبل از اینکه برنامه را آغاز کنم یک تلاوت قرآن عظیم شان اگر داشته باشیم در برنامه، در شروع برنامه خیلی خوب میشه. ما از خودت بشنویم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله العالمین د زمنګ د تلاوت په خپل دربار کې قبول کی او چا ملمان کړي رب العالمین دې ته اجر عظیم نصیب کی او الله العالمین د زمنګ په ملک کې امن او امان راولي. الله العالمین دې ټول دنیا کې اسلام راولي او اخر کې مدا کړي ما په خلو او فضل باندې نصیب کی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. بسات شکر میکنم از قاری صاحب معزز. واقعا تلاوت خیلی
عالی را بر ما شما کردن. خداوند اجرش بده، خداوند همگی ما شما را از بدبختی ها رهایی پیدا کنیم تا اینکه از بدبختی ها برایم بخیر. یک وقفه کوتاه میگیریم، شما بیننده باشین و دوباره برمیگردیم. سلام خدمت تمام مخاطبین کابل وایس پلاس و همچنان هم عزیزایی که در داخل و خارج از کشور زندگی میکنن و هستن، خدا کنه جور صحتمند باشین و ماه پر رحمت، ماه برکت و ماه استغفار بر همه شما عزیزان تبریکی میگم. ماه مبارک رمضان یکی از نعمت های بزرگ خداوند جل جلاله است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید کسی که روزه میگیره همیشه سالم میمانه، یعنی روزه بگیرید تا سالم بمانید. و همچنان ماه مبارک رمضان فرصت مناسبه برای ترک رفتارهای نامناسب ما هست، پس تلاش کنیم که رضایت الله جل جلاله را کسب کنیم. و دوستان عزیز، ما هم امروز آمدیم در برنامه مساعدت با شما خانه قاری صاحب که ما سروی کرده بودیم و آمده بودیم. چند بار شما هم بلدیت دارین و کسایی که بلدیت نداره و نمیفهمن، ما هم میریم خانه قاری صاحب و از مشکلاتش پرسان میکنیم که چی مشکلات دارن، پس شما ما را همراهی کنین. دوستان عزیز، قسمی که برتان گفتم خانه قاری صاحب عزیز هستیم و امروز در افطاری قاری صاحب همراه خود می داشته باشیم و خدا کنه همراه ما برن و مشکل نداشته باشن تا ما را خوش بسازن انشالله. قاری صاحب خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ چیال دارین؟ شکر، خوب سلامت باشین. شما خوب هستین مادر جان؟ شما خوب هستین؟ همتون خوب هستین؟ زیاد خوش شدم که باز هم همراهتان هستم، آمدیم همراهتان ششتیم، زیاد خوش هستم. سلامت باشین، تشکر بسیار زیاد. قاری صاحب عزیز سلامت باشین، مادر جان زنده باشین. قاری صاحب عزیز، از مشکلاتتان ما خبر داریم، ما آمدیم از مشکلاتتان آگاه هستیم، اما بعضی دوستان عزیز ما هستن که نو هستن و شاید بلدیت نداشته باشن. میشه که شما باز هم از مشکلاتتان بر ما بگوین که چی مشکلات دارین تا کسایی که ما را میبینن آگاه شون. در اول برنامه هستیم قاری صاحب، میخواهیم که از شما یک تلاوت قرآن کریم داشته باشیم اگر رضایتان باشه. نه سعید انشالله و رمضان ده ثواب بموش انشالله. آها زنده باشین و همچنان یک دعایی که به همه ملت عزیز ما باشه. سعید انشالله. سلامت باشین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يدعو في إله العالمين زمان پد ملک امن او امان راولی الہ العالمین زمان څومره افغانستان کې څومره مسلمانان دی الہ العالمین ته رحم وکي، الہ العالمین د به امنیت زمان د مکن لری کې، الہ العالمین کم خلک چې په خارج کې دي خپل ملک ته خپل مکن خارج کې دي، الہ العالمین په هغه ټول باندې رحم وکي، الہ العالمین زما د رمضان مخ تر روان دی، الہ العالمین مونږ ته د عبادت توفیق راکړي، مونږ ته د تراوت توفیق راکړي، مونږ ته د تلاوت توفیق راکړي الہ العالمین. او کله چې دنیا نه رخصتیږو زموږ آخري دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. آمین یا رب العالمین. ماشاءالله تبارک الله، بسیار مقبول. واقعا ما را زیاد خوش ساختین با تلاوت زیبایتان. سلامت باشین قاری صاحب. قاری صاحب سعید، خوب بس خدا پایده تاسو ته ډیر اجر درکړي چې تاسو دلته راغلي زموږ پوښتنه هم وکړله، او به خصوصا د رمضان مبارک الهی امین سلامت باشین. او تاسو ته د الله اجر درکړي. او کم خلک چې په خارج کې موږ سره کومکونه کوي، الله دې هغوی ته اجر ورکړي.
دغه شان تزمن په شان ډیر خلک نور بیچارهګان شتره دغه شان یوازي موږ نه افغانستان کې ډیر دغه شان بیچارهګان خلک شتره کم خارج په خارج کې دی او د خلکو سره حکومتونه کوي الله دې تاجر عظیم ورکی کو هغه افغانان ني کو هغه بس د دنیا په هر ملک کې چې چې مسلمان یو کلمې ویلي هغه هم دردی لري او تاسو دغه موږ د غریب کور ته رالی موږ څه په غریب دغه معنی کېناستی ټغر معنی نو تاسو ته موږ هم خیر رالی وی خدای تاسو ته خیر درکړي والله د اجر درکړي دغه استاد راغله دغه نور ستاسو همکاران ټول راغلي سلامات بشین زنده باشین تاسو ته اجر عظیم درکړي ما افتخار میکنیم که پیش شما بیم و دوستای عزیز ما هستن که کمک میکنن و ما هم بر ما مستفید میشیم و بر ما زمینه مساعد میشه که ما پیش شما بیم باز هم از احوال شما باخبر شویم و آگاه شویم سلامت باشین قاضی صاحب ما هم دعای شما را قبول داریم و دعای شما را می‌خواهیم و خصوصا در این ماه مبارک رمضان که چقدر ما خوشبخت هستیم و بر ما باعث افتخار است که شما بر ما دعا میکنین و همچنان کسی که بر ما کمک کرد امروز که بر شما بیاریم قاضی صاحب عزیز از خانه تان بگوین کرایی بود چطور شده حالی هم امقدر کرا میتین یا کدام فرق آمده در کرای خانه تان و صاحب خانه آیا چیز گفتی تان نگفتی تان او من خو چې دې کور ته راغلی وکنه دا تقریبا د څو میاشتې مشرې دغه یو دغه اتاق دی یو دا کور دی چې دا به تاسو اوسېږئ 3000 روپۍ به راکوئ خو جوزا کې موږ رالو خلک عرب دي چې جوزا کې رالو نو موږ ته به کور خالي کوي تاسو به بل کور ته ځئ که بیا را نه کړو همدغه کری به تاسو راکوئ او بس همدلته به اوسېږئ آها برو خوب است خوب است برتون باز مثل ما ور باز هم برتون کمک شده کسی یعنی بغیر از ما کس نامده پیشتون والا خوب بختر که ماه رمضان است شاید کسی آمده باشه پیشتون وز خلا اول روجه دا چا کمک نده که لکنه که دین روز تا چا کمک بو که پتا نلگینو انس معلوم نیزه خداوند مهربان است انشالله که دوستای زیما بیاین شما را کمک کنن سلامت باشین خدای دی خیر دار که چه تاسو را لیز من پختنم وکلیله دقا من په دې ډېر زیات خوشاله شوم چې کوم ځینې تاسو رالو د غریبانو خلکو سره کېناستئ په دې باندې موږ زیات خوشحالیږو الله یې تاسو ته اجر درکړي زموږ دونه پوښتنه هم وکړله نور خلک چې څومره مسلمانان دي چې دغه شانته احساس پکې پیدا شي زموږ په شان په سلګونو خلک بیچارهګان زموږ نه هم بیچارهګان شته دی الله دې د هر چا ثواب وکړي د هر چا دې الله پاک مدد او نصرت وکړي او خصوصا د الله پاک په افغانستان باندې مهربانه شي دغه شان ته چې تاسو په شانته خلک پکې پیدا کیږي او د بیچارهګانو خلکو لاس نیسي د بیچارهګانو خلکو لاسونه نیسي دغه شان چې یو څو نفر نور پیدا شو په افغانستان کې بیچارهګان په افغانستان کې څه کوي خو دغه شان زمونږ خلک هم داسې خلک دي چې د یو چا په قصه کې نه دي که نه چېرته په سلو کې یو نفر دغه شانه پیدا شي د بیچاره خلکو پوښتنه وکړي نو تاسو نه ډیره مننه چې دلته رالی او دغه زموږ احوال پرسیم وکړله پوښتنه هم راله وکړله کومکونه هم راسره وکړله مخکې هم تاسو ډیر کومکونه کړي دي سلامت باشین زنده باشین همیشه به یاد ما به یاد دوستا هستین قاری صاحب عزیز فکر کنم بچگک قندولتان قاری هستن یا آها من مثل که پیشتر خوراک ما برم گفت زیاد خوش شدم دا وی چې ما ته مولا وی ما ته قاری وی ما نه د دسمال واغسته و پکیرم بر ما میتونن یک قرائت کنن یک سوره بخوانن میتونن نه خب چه یک کسان تقریبا 3 ساله هست آه چه یک کس خوش دستم خوش دارکو میگم من مولا میشه میگم خوش دارم مثل پدر خود باشه دیتا غیرت معلوم ده آقت هم غیرت معلوم ده آه بسیار خوب چقدر خوشبخت هستین شما قایس های وزیز شما در خانه که قبلا بودین در اونجا خودتان میرفتین در مسجد درس میدادین و فکر کنم پیسه میگرفتین یک چیزی برتان میدادن حالا هم امو رقم میرین در جای درس میتین یا چه رقم؟ و نه پیل حال منگا څنه لرو کنه مخکې به درس ورکاو وس دا د پغمان کې د څه کار دی چې یو میشتي وشي به جواب ورکای کنه نشي تلل جیم کې امامت کو وس ما د خپل ما تر دې کې مېدا دا درد پر راغه به نشو مطلب له خلکو ولته منزل نه شرات للی به بل امام مو او په الحال بیکار هم د سی یو نو اوس په اصل کار شما مو اوس په سیخ تیر ده دې نه دې پر سیخ تیر ده بس هم دا خاطر ما هم دلته یو نشدې خدای پاک میرا بار آزاد دی هر چا دی الله پاک میرا بار چطور 100% راست میگین پس اولادک های چطور حال تغییرات آمده در وجودم و دخترک قندولتان که خوب نیستن تکلیف روانی دارن
او کدام تغییرات آمده در وجودش نامده؟ چرا تبدیلش کردین تا بالی؟ یو نپر رو دغه را کړي دي کوله یا پولیس شولی هغه ول دې له ورکوي کېدای شي دا ذهن یې ښه شي. خو خوب میشه اوس لږه ګزاره کلي ده د مخکې نه لسو لسو ورځو دواو ته ورکوي کلینیک کې نو اوس گزاره کلي ده لږه. قایس صاحب عزیز، کسایی که شما را کمک کردن و همیشه کمک هایشان دوام می داشته باشه، برای زنا اگر کدام پیام داشته باشین؟ والا زه در ټول چې کوم خلک ده د بیچارهګانو خلکو سره کومک کوي، زما نه علاوه چې نور ټولو سره کومک کوي، الله دې ټولو ته خیر ورکړي. کوم افغانان چې په خارج کې دي، که دغه د دې زموږ د غریبانانو خلکو لاسنیوی وکړي، دغه شان ته زموږ ملک به ترقي وکړي. د دې مسلمانانو نه علاوه چې څومره ګوره دا نور خلک چې دي، اوس حاجي صاحب ما ته ټلیفون وکړ، ویل چې یو المانۍ ده، هغه مسلمان شوی دی، او هغه و چې د قاري صاحب سره کومک وکړه چې یو المانۍ دلته کومک کوي، موږ سره کومک کوي که نه. نو افغانان مسلمانانو له خو په کار ده چې هغه خو خپل ملک یې ده چې دغه شان غریبانانو خلکو لاسنیوی وکړي، هغه الله به موږ ټول ښه کړي. دم کړي دي ایرانۍ بفتایتان میخواستین آماده بسازین؟ ما دا لور وو دغه ده دیتا مالبار ته وزه دغه دا په خو د خیر اسو. ایره گفتین از کجا جمع کردن؟ این از بیرون د کوردا جمع کردن. از کوردا جمع کردین؟ خیر از خداوند مهربان است. انشاءالله دوستای ما شما رو کمک کنه، دست شما رو بگیرن که رمضان خوب انشاءالله داشته باشین. رمضان پر برکت. خیر باشه. سلامت باشین، زنده باشین. تشکر بسیار زیاد. دوستای عزیز، اگر شما هم میتونین، توانایی دارین، میتونین و شماره که زیرنویس میشه به تماس شوین و هر قدر که کمک میخواین ما میتونیم که همچو فامیل های عزیز پیدا کنیم و برشان بیاریم. و همچنان دوستای عزیز، من همراه شما خداحافظی میکنم، اما لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش تا نشه که حتما کنین. دوستای سلام، دوباره باز هم آمدیم در عمده فروشی شبیر جان و دوست عزیز ما که امروز بر ما پول روان کرده دومینیکا پال. ما هم آمدیم تا امول لسته که به خاطر قاری صاحب آماده ساختیم و شبیر جان بر ما درست کرده را بگیریم، موادی که به ماه مبارک رمضان هسته و شبیر جان هم بر ما میگه که بر ما چی آماده ساخته. سلام شبیر جان، خوب هستی؟ صحت خوب؟ سلامت باشی، زنده باشی، رمضان مبارک. رمضان شما مبارک. سلامت باشی. چطور است روز اول رمضان برات؟ بسیار خوب، بسیار عادی. آها، اول عادی می باشه، باز پسند دیگه. سر ما تاثیر نمیده. خوب، برو شکر است. خواه، بسیار خوب. راستی هم راست میگه، کسی که ورزشکار باشه واسه خانه میفهمه. بابا جان ما. خواه خداوند اجرش از نصیب ما بسازه انشالله. آمین. خواه میشه بر ما بخوانی؟ نیم سیر بوره شد، آرد، برنج، لوبیا، نخات، روغن، خرما، امرای رو افزا به خاطر افطاری. جمع 4500. آها، باش که ما پیسی تا برد بتم. ای هم 1000، 2000، 3000، 4000 و 4500. دوست عزیز، 4500 که خرچ امروز شد که ما به قاری صاحب گرفتیم و 500ش به کرای راه رفت. ما هم تسلیم شبیر جان قند میکنم. این شبیر جان هم پیسید و باقی برنامه را میتونین با سحر جان ببینین و حسابی بعدی را هم سحر جان همراهتان میکنن و ما هم اینجا لست میگیرم و میرم پیش قاری صاحب. 4500 لست ما شد و 500 دیگر ما تسلیم قاری صاحب میکنیم تا خرچ خود ببره و کرای راه یعنی بده. و این هم شبیر جان از خود تشکر بسیار زیاد، زنده باشی. و دوستای عزیز، میتونین که برنامه را با سحر جان دنبال کنین. یک بار دیگه
خوش آمدین عزیزا، امید که تا این دم برنامه را خسته نشده باشین و ماه مبارک رمضان هست و قسمی که خانه قاری صاحب همچنان تماشا کردیم دیدیم که در چی وضعیت شب و روز خود سپری میکنه و در این ماه مبارک رمضان هست و چقدر عزیزای ما به کمک نیاز دارن و چقدر عزیزای ما رو میبینیم که در مشکلات زندگی میکنن. قاری صاحب، قبل از اینکه برم به طرف مهمان عزیز خود، میخوایم در رابطه از شما بپرسم که در چی وضعیت، در چی حالت زندگی را به سر میبرین، یک کم درباره خودتان بگوین که چگونه زندگی پیش میره. قاری صاحب عزیز، زندگی خدا صدا چیز منگا الحمدلله خدا کنه. خو اوس پیل حال دغه سوسن راغلی و زمنګ ټول هغه ارزی ولیدل، زمنګ وزات ډیر په دغه کمزور حالت کې دی، وزاتم ډیر خراب دی. خو بیا هم الحمدلله چې تاسو زمنګ پوښتنه وکړل او راغلی او دغه وزاتم را لوکوته، مخکې هم تاسو موږ سره کومکونه کړي دي، او نو خدای پاک دې مهربانه شي، الله دې په ټول افغانستان ورحمېږي. موږ خپله منیم دغه شان وزیت دی، ماشومان هم په بد حال دي. ما ته کله کله د ماشومان وایي موږ مکتب ته ځو، مدرسې ته ځو، موږ ته دا د مکتب کالي دلته جوړای که نه، هغه د مکتب کالي نشو کولی. اوس دغه مخکې ورځو کې یو ماشوم موریقه و، تقریبا دا اوس هم موریقه د مریضان دي، ټول دونه پیسې نه لرو چې هغه مریضانو ته دغه دوا واخلو. نو وضعیت زموږ په ډېر اضطراری حالات کې دی، وضعیت هم ډېر خراب دی. بیا هم د الله نه مهربانه و چې الله پاک رحم وکړي او دغه شانته زموږ د آواز هغه خلک واوري چې هغه طاقت لري، مال لري، پیسې لري، او دغه زموږ د ټولو نه پاتې کیږي دغه پیسې. خو چې دغه شانته غریبانانو لاسنیوی وکړو، نو الله به هم د دنیا و آخرت ښایسته کړي. نو په دې خاطر باندې ما دغه پیغام تاسو ته وړاندې کړ چې تاسو رالی، زموږ پوښتنه هم وکړله، موږ داسې لاس چا ته نه شو اوږد کولی، دغه سوال کول راته ډېر شرم ښکاري. انشاءالله همگی مشغول خداوند حجر شه برای عزیزای ما که واقعا یکدیگه خدا دست یکدیگه خدا میگیره، خداوند حجر شه نصیب از اونا کنه. و همچنان از دوست خیلی خوب ما خیلی زیاد تشکر میکنم، از دومینوکا پال، البته اگه من خدا کنه من نامش غلط نگرفته باشم، از اونا تشکر میکنم که مبلغ پیسه را که برای ما روان کردن و تشکری خاص میکنم که برای عزیزای ما گفتن که برای دو فامیل باید ما کمک کنیم، که انشالله شما شاهدش خواهد بودین که ما دو فامیل انشالله کمک میکنیم. و حالا هم به طرف مهمان عزیز میرم که مهمان عزیز هم تنها نمانن و میخوایم که امروز در برنامه برمه درباره روانشناسی و همچنان بگوین که چقدر تاثیرگذار از بالای مردم عزیز ما در این ماه مبارک رمضان. تشکر. بازم سلام عرض ادب دارم و متاسفم هستم برای جناب قاری صاحب و خوشحال هستیم از اینکه مردم عزیز داریم که برای دوستای چون قاری صاحب کمک میکنن. قسمی که شما در جدیان هستین، صحبت ما فواید ماه مبارک رمضان از دیدگاه روانشناسی است. ما میخواییم به ترتیب چند فایده ماه مبارک رمضان از دیدگاه روانشناسی بر شما بگویم. اول، ماه مبارک رمضان بحث دینیش جداست که ما با او بحث کار نداریم، کار عالمای دین ماست. ما میخواییم فایدش از دیدگاه روانشناسی به شما بگیم. اولین فایده ماه مبارک رمضان از دیدگاه روانشناسی این است که اراده ما را قوی میسازه. شما میفهمین انسان است و ارادیش، روزی که انسان اراده نداشته باشه در حقیقت نمیتونه هیچ کار را انجام بده، و روزی که ما اراده نداشته باشیم هیچ کار را انجام داده نمیتونیم. برعکس، اگر ما اراده قوی داشته باشیم، تحقیقات روانشناسی میگن که اراده انسان معجزه‌گر است، یعنی معجزه میکنه. معجزه را شما میفهمین، کارهای غیر ممکن ممکن میسازه. مثلا شما وقتی که ادیسون وقتی که برق اختراع کرد، گفتن که اراده ادیسون معجزه کرد که برق اختراع کرد. حالا ما ماه مبارک رمضان کمک میکنه که اراده ما را قوی بسازه و ما اراده ما معجزه کنه و ما بتونیم کارهای بهتر و بهتر انجام بدیم و به موفقیت بیشتر برسیم. دومین فایده ماه مبارک رمضان یه سکر، ماه مبارک رمضان اعتماد به نفس ما را مثبت میسازه. شما میفهمین تحقیقات علمی نشان میده که هیچ کس اعتماد به نفس نداره. اونایی که ادعا میکنن که اعتماد به نفس من
ندارم اعتماد به نفسشان منفی است، اونایی که میگن اعتماد به نفس دارم اعتماد به نفسشان مثبت هستند. و یکی ایستگاه، اولین ایستگاه موفقیت داشتن اعتماد به نفس مثبت است. یکی از مهمترین بحث در ماه مبارک رمضان که ما از صبح تا به شام گرسنه می باشیم و هیچ چیز نمی خورم، این برای ما می رسانه که وقتی که یک انسان می تانه از صبح تا به شام گرسنه باشه و اون انسان می تانه هر کار را انجام بده، یعنی اعتماد به نفس ما را مثبت می سازه. سومین فواید ماه مبارک رمضان از دیدگاه روانشناسی، ما می تانیم عادات بد خود را ترک کنیم. ماه رمضان برای ما کمک میکنه که ما بتانیم عادات بد خود را ترک کنیم. و همچنان مثالش، شما یک کسی که مواد مخدر مصرف میکنه، شما میفهمید که مواد مخدر بزرگترین دشمن انسانیت و خصوص انسانای افغانستان و خصوص نسل جوان ماستند. روزی که ما روزه میگیریم، بازم میگیم که از صبح تا به شام، مثلا یک کسی که سیگرت نمیزنه از صبح تا به شام میتونه این مت خود عادت بده و بیخی سیگرت ترک کنه. یک کسی که کارهای بد انجام میده، در ماه مبارک رمضان قسمی که دوستان جریان هستن میگن که باید پنج حس ما روزه داشته باشه، تنها خوردن و نوشیدن نیست. روزی که ما فرض مثال دروغ میگیم، او زمان یاد ما میایی که من اگه دروغ بگویم پس روزی من برای هیچ میشه. ما میتونیم دروغی خود همونجا کنترل کنیم روزی که دیگه کارهای بد انجام میدیم. و در بحث دیگه که ما را کمک میکنه ماه مبارک رمضان، متابولیسم بدن خوب کار میکنه و این ما را کمک میکنه که ماه مبارک رمضان که متابولیسم بدن خوب فعال باشه. تحقیق طبی است. آذان هم است، آذان محمدی همچنان است. شما میتونید تا وقت روزتون افطار کنید و دوباره یک وقت کوتاه بگیریم از دوباره برمیگردید. الله اکبر. الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله میکنم از دومینیکا پال که مبلغ 12500 افغانی را بر ما روان کردن و تا اینکه که ما بر عزیزای خود کمک کنیم و گفتن که باید بر دو فامیل مستحق باید کمک شود که انشالله امی دو فامیل عزیز ما شب در برنامه کمک میکنیم و البته در دو بخش برنامه که دو قسمت برنامه میشه و دو فامیل عزیز میشه که ما باید برشان کمک کنیم که انشالله خداوند حجرشان نصیب شما کنه و خداوند شما را خیر بده و نصیب شما خیر بگرده انشالله. نجیب جان عزیز، بین در رابطه باز هم صحبتهای خودت قطع کردیم، ببخشین که من و بخش دوم بعدی خودت همیشه که ببینین. آله خواهش میکنم. خب فواید رمضان گفته بودیم، فایده بعدی و آخرین فایده ماه مبارک رمضان این است که ما را کمک میکنه که جلد زیبا و صفا داشته باشه. میبینیم یک تحقیق نشان داده وقتی که ما ماه مبارک رمضان میدیم و استراحت میباشه، بدن مصروف هضم و جذب غذا و قند نیست، سر جلد ما کار میکنه و جلد ما زیبا و زیباتر میشه. و بالاخره یک فایده دیگر هم بگم که ماه مبارک رمضان برای ما کمک میکنه عمر ما طولانی میشه. تحقیقات نشان میده که هر چقدر ما پرخورتر باشیم عمر ما کمتر میشه، چون سر میدن فشار میاد، کل اعضای بدن ما رو خراب میکنه و این مدت طول عمر ما رو کمتر میکنه. ماه مبارک رمضان برای ما کمک میکنه که عمر ما طولانی باشه. بحث دیگه که مهم است که من میخوایم بگویم که از فایده رمضان اگه بگذاریم، بحث این است که جهان وقت بدبختی جهان از وقتش رو شد که علوم تجربی بسیار پیشرفت کرد.
با تأسف که علوم دینی و علوم انسانی پیشرفت نکرد و انسان تقسیم کرد با دو قطب که متاسفانه قطب اول بسیار پیشرفت کرد و قطب بعدی پیشرفت نکرد. امروز شما تلفن، کامپیوتر، اینترنت، تیاره و بمب اتم نتونست به انسان آرامش بیاد و هیچ نوعی. شما میفهمین امروز چی در شرق، چی در غرب انسان به یک آرامش نرسیده. هیچ وقت انسان آرام نیست، خواب آرام نداره، به خاطر که با تأسف نسخه الهی را که برای ما داده بود ما عملی نکرد. و برای دوستا بگویم علم تا دین کتش یک جای نشد، تا اخلاق کتش یک جای نشد، هیچ وقت رای خوشبختی بشر به خوشبختی نمیرسد، انسانیت به خوشبختی نمیرسد، چون علم کشف میکنه چی جهت میده، این دین اخلاق جهت میده. فرض مثال من بر شما یک مثال بدم، علم مثل شمشیر دو سر است، میتونه یک قصاب، میتونه یک قصابی کنه، اما میتونه صاحب خودم بزنه. چی جهت میده؟ دین جهت میده. ببینید مثلا علم میگه که این قسم است، علم بمب اتم اختراع کرد، اما دینی رو جهت میده که کشتار انسان حرام است. شما میفهمین دانشمندای دانشمندا بودن، امروز مایه فساد از کی هستن؟ از همین دانشمند ما و شما هستن که دکترا داره، فلان داره، بیستران داره، اما مایه فساد زیادتر و زیادتر شده. پس تا که ما دین خود عملی نکنیم و در اخلاق کت علم خود یک جای نکنیم، هیچ وقت جهان روی خوشبختی رو نمیبینه. و امیدوار هستم که بنندای عزیز ما از همین ماه مبارک رمضان شروع تا با کل زندگیشان دینم داخل بسازن و اخلاق خود داخل بسازن و عملی کنن. بسیار تشکر میکنم. قاری صاحب، خداوند روزه و نماز شما رو به درهای گاه حق قبول بگردانه. نماز هم اینه شما خواندین، یک من ماندم دیگه تا یکی من هم اینا رو بخیر نماز خدا بخوانم. بیاین در رابطه با خود ماه مبارک رمضان بگوین که دهی حوالش چی هست، دهی دومش چی هست و دهی سومش چی هست؟ نو در رمضان چه ده کنه؟ بله، ده خو الله پاک در مسلمانان در پار امتحان را لگله ده. بله، که چوک رو جاو نیسی و کوی نیسی، خوب چوک رو جاو نیسی الله تا پی نزدیکی گی. بله، چه وی نیسی پس جهنم مستحق گردی کنه. بله، خو روجه چه ده اول لس روز جدید در رحمت دی. بله، الله پاک چه کم ده پی انسانانو بانده دیر رحمتون نازیده ی او دا دویم لس روز چدی دا مغفرت ده. بله، دی وقت الله پاک انسانانو تا گناهونه معاف کوي. پیغمبر علیه الصلاه والسلام وای چې په چا باندې د جهاد رمضان میاشت تیره شي او دې ته بخښنه ونه شي نو الله دې هلاکي. یعنی دای په دې خاطر ویلو دی حدیث کې چې په رمضان کې ضرور به ضرور هر چا ته الله پاک مغفرت کوي او الله یې د جهنم نه خلاصوي او جنت ته ځي. نو دغه لس ورځې چې دي دا ډېر د مغفرت دی، الله پاک انسان بخښي په دې کې. او دا لس ورځې چې دي اخري لس دا د جهنم نه د خلاصي دودي الله پاک انسان د جهنم نه خلاصي پدې کې. او په حدیثونو کې راځي چې د اخیری لس ورځې چې په کروڑونو جهنمیان د جهنم نه خلاصي او جنت ته ځي. نو په دې خاطر باندې الله پاک چې کوم دی دا ډېره د فضیلت میاشت رالېږلې ده، بهترینه میاشت الله پاک د انسانانو دپاره رالېږلې ده. الله زمنګ نصیب کې چې دا روزي ونی سو آینده د پاره. الله یامین. از زو یک وقفه کوتا میگیریم چون الله هم دقایق است که باید نان خود نوش جان کنند. دوباره باز هم برمیگردیم و سخنای خود می داشته باشیم.
ببخشین که یکمک وقت در بر گرفت تا ای که دوستان بودن اونجا. خیر نیست برای دیگه بسازد خبر هم نیست. خیر نیست یه از قاری صاحب، یه از مهمان ما، یه از همکارم و یه همچنان از خودم. این هم باش که غذایی که فرمایش دادیم میارن دیگه شان. من تنها و تنها خواستم چیزی که من دوست دارم برای خود گرفته بودم و چیزی که قاری صاحب و مهمان عزیز ما دوست دارن اونا رو هم انتقال میتن به بالا میارن. خیر بسیار تخت شما سکوتن نوشی جان کنم. خیر دوستان یک بار دیگه شما ازان را خوش آمدید میکنم. سفره ما هم آماده هست و جای شما خالی باشه. باز هم ماه مبارک رمضان، ماه پر از برکت، تبریک مبارک باد به همه شما مسلمانان میگم در هر گوشه و کناره که هستین. امید که شما هم یک ماه پر از برکت و پر از خوشی ها را داشته باشین و قاری صاحب همچنان یکی از عزیزایی است که مستحق هستن و در برنامه برشون کمک میشه و امروز از طرف دوست ما و از طرف عزیز ما که بر شما همچنان بیاین شما بفرمایین شما کمک شده و همچنان نگفته نمونه که دومینیکا برای خودت مقدار پول را که روان کرده بود، مبلغ 5000 افغانی را که برای خودت روان کرده بود، ما هم برای قاری صاحب عزیز آرد و برنج روغن و اشیایی که ضرورتشان بود ما برشان گرفتیم و این همچنان نگفته نمونه که امون لست است که لست را که ما همیشه خریداری میکنیم عزیزا، باز یک لست هم میداشته باشیم به دلیل از قاری صاحب که به سوری جایی که کمک میشه عزیزای ما که از خارج از افغانستان و افغانستان پول ارسال میکنن زیادترش نمیرسن و ما با تمام عزیزی که صادقانه باید پیش بریم، صادقانه بر عزیزای ما کمک کنیم. واقعا امو عطا امو بلش ما هم بر عزیزای خود میتیم که اونا معلومات خود یعنی 100% و باورشون بیه که ما 100% نه حق به همدار میسپاریم. بله بله شما این خودتان همون اگر چی که بود اینام خب باز همچنان عزیزایی که بیننده هستن اونا همچنان ببینن که ما هر اجناس را که ما خرید میکنیم ازشان بل میگیریم به دلیل ازی که صادقانه باید یک کس را ما باید کمک کنیم و اما پول که میایه هدر نره و یا همچنان به شما باقی نمونه. باز هم از دومینیکا پال بسیار تشکر میکنم به دلیل ازی که دو خانواده مستحق کمک کردن امروز در برنامه. قاری صاحب عزیز کدام گفتنی اگر داشته باشی برای این دوست عزیز ما که برای خودت کمک کرده برای دومینیکا پال، اگر کدام پیام داشته باشی امروز در برنامه شما بگوین برش. دونم هددین خود منگا دا پیغام ده چه خد دار دیر خکار وکو چه منگ سر داگه کمک وکو او بای چه نور مسلمانانو سا کوسی کی چه نور طول مسلمانانو سا داگه کمک وکی او زمنګا دا ماشومانان مریضان دي باید چې موږ سره نور کومک وکړو چې دا مریضی زمنګا جوړ شي ان شاء الله بخیر. نو په دې خاطر باندې کور کې چې راتللم ما ته کور کې وځه ته هوټل ته ځو ته موږ ځان ته پرې خو نو باید چې دا مصرف موږ کور کې کنه وې. بله بله نو ډیر خبر اغله وې کنه خو ځا خبم ډیر مننه به دې مل خدای پاک ډیر اجر ورکړي چې موږ دلته راوستلو دا ګوټل او دا زینه دا ګلکارینه دا مانی ولدل نه خو ته کور ته لاړم ټول ته په کیسه کوم چې د زینه بوله ها. ما هم خواستیم که و یک تشکر خاص میکنم از رستوران لکی 5 که جای بر ما جور کردن بر عزیزای ما که اینجا بیاین و یک سفره خوب داشته باشیم، یک افطاری خوب ما به شما آماده کرده بتونیم و بر مهمان عزیز ما. یک بار دیگه هم تشکر میکنم از فواد جان عزیز که سفره را آماده کرده. از طرف فواد جان عزیز است که خواستن ما یک اگر چی که زیادتر میخواستیم که به شما عزیزا تیار کنیم، شما لیاقت بیشتر هایش دارین، اما میگن که برگ سبز و توفه درویش بر عزیزای ما. والا خدا پاید تو اجر ورکی شد من که دغم دی زیاد را وست تو من سرم دغم کمک وکو دغم هتل تا را غلی نیو دل تا و
بخاطر ده یو دغه تفریح باندې دلته بله یک خاطره به شما با نگفتیم مو جماعت من خلف ته قصه کو چې د سیوجیت بود نو هوټل ته والته مروجه ما تکله خدا کنه که مورد پسندت قرار گرفته باشه چند لحظه با ما خوش بوده باشی زندگی خو سراسرش عزیزا درد و رنج بوده همیشه ولی امروز دعا میکنم که برکت این ماه مبارک رمضان تمام رنج و درد غم مردم افغانستان از دلش کنده شوه و خوشی ها و تمام خوشی ها فرش قدم های هر یک افغان ما شوه و همچنان تشکر میکنم از نجیب جان که در برنامه با ما آمد و مهمان ما شدن و البته مهمونی غریبا رو پذیرفتن خدا کنه که سفره ما به دل خودت باشه و بازم تشکر از خودت تشکر سلامت باشین خواهش میکنم از اینکه ما رو دعوت کردین و در شای قسمی که شما گفتین انسان است و مشکلاتش مشکلات یک واقعیت زندگی ماست که هیچ وقت نمیشه را فراموش کنیم اما امو قصه دانشمندی است که میگه انسان مشکلاتش از انسان الماس جور میکنه قوی و قوی تر میسازه ما تشکر میکنم از چینل یوتیوب صدای کابل و از دوست عزیز ما که کمک دومینیک کابل که برای قاری صاحب کمک کردن و کمک کردن یکی از صفات انسان سالم است و خودش بیشتر و بیشتر لذت میبره و وجدانش راحت میباشه امید است که عزیزای دیگه ما هم در خانواده مستحق ما کمک کنه از شما هم تشکر باز هم تشکر میکنم از دومینیک کابل که ما تا اینکه نامش کم کم اینا بلد میشم و نامش گرفتم اینو قاری صاحب ما ترس نه یک نامه که نفهمی باز کمک که برادر مشکل میباشه یک باز هم یک بار دیگه جهان سپاس میکنم از دومینیک کابل که مبلغ یک مبلغ 12500 افغانی را برای دو فامیل مستحق کمک کردن که ما هم امروز مبلغ 5000 افغانی را برای قاری صاحب عزیز مواد البته خوراکه گرفتیم و امید که یک ماه پر از خوشی و صمیمیت قاری صاحب عزیز همچنان با خانواده خود داشته باشن آخرین پیام خودت قاری صاحب عزیز آخرین گفتنی خودت برای تمام عزیزایی که خودت بیننده هست چی گفتنی داری امروز؟ در طول توک چه لول خود دومینیک کابل نه دیره مننه چه منگ سره دقیقه کمکو که او در نور طول و حق خلکو نه در خواست کم چه کم خلق خارج کی او کپق داخل در دا افغانستان کی خود چه وست و تعتوان ولری زمنگ پشانه در بیچاره و خرکولاس ونیسی نو افغانستان کې به کم خلک چې به وسه دی به وسه پاتې نشي نن چې موږ وګورو په هر چاو کې په هر ځای کې خلکو لاس وګت کړی دی دغه لاس وګت کول دا ډیر د بیچارهګۍ نه کیږي د ډیر سختۍ نه کیږي یقین په خدای وکړه دلته زه دا چې ناست یم زه زړه نه غواړي چې دا خپل فریاد چاته ووایم خو چې ډیر کور کې تنګ شو او دغه کور کې بیا پتنګ راشو نو په دې خاطر مانه منګ تاسو ته دا خبره وکړه له انسانيت انو زنده هستم نو عزیزای ما هستند کومک میکنن برای بابت انسانيت کومک میکنن نو په دې خاطر زه ډیر تنگ شم دغه اجمال راغلی ولته منګ ته ول چې تاسو روزي ته کومه مدګینی ولې ده یقین په خدای وکړه چې منګ دغه یو قسم بوټه ده دغه پټو کې ما غم کړو بیګا ته منګ دا غینه روزه ماته کو کنه نو دا مې په دې خاطر خو د جواز زنه ما معاف شانه بس سلګونو خلک نوري باید چې منګه غوس خلکو سره کومکونه وکړو نو دا دنیا د ژوندګیز منګ نه پاتې را دا مر سلام نه راوخله محمد رسول الله پورې د محمد رسول الله راوخله تر منګه پورې منګه د دنیا نه روان یو او دا څوک چې مالدار دی او د غدي دام د دنیا نه روان دی خو چې په دنیا کې ورکړه وکړه دنیا کې چاته څه ورکړه هماغه اخرت د پاره پکاریږي صدقه رد البلا ده زکات چې کوم دی دا مال زیاتی مال نه کموي مال زیاتیږي په زکات باندې نو که بیا چېرته وخو د خیر سو ټیم نو بیا د زکات په باره کې به زه تاسو ته خبرې وکړم اوس موږ دا ډوډۍ خورو نو لږ توجه خرابه ده که نه نو که بیا چېرته وخو د خیرت زکات او د صدقې په باره کې به ته زه خبرې وکړم چې صدقه او زکات کوم اجر لري انسان دپاره نو خوشبخت هغه خلک دي چې هغه څه لري او خلکو ته ورکوي نو الله دې ټولو خلکو ته همدغه شان ته وس ورکړي چې دا کومکونه وکړي سلامت باشین قربانتون نان شما همچنان قاری صاحب نوش جان کنین و عزیزا ما هم یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم و دقایق اخیر برنامه هم نزدیک هستیم
از یک بار دیگه شما زن را خوش آمدید میگم در دقایق اخیر برنامه و نان هم نوش جان کردیم، جای شما خالی باشه. با امید از اینکه شما هم نان نوش جان کرده باشین، روزه ها را افطار کرده باشین، بخیر روزی ماه مبارک رمضان اولین روز شده افطار کرده باشین. و یک تشکری خاص میکنم از نجیب جان که دعوت ما را پذیرفت و به برنامه آمد. آخرین پیام نجیب جان هم شنویم که نجیب جان چی پیام میده، چی گفتنی داره امروز از طریق چنل یوتیوب صدای کابل. تشکر، سلامت باشین، زنده باشین. بازم لطف دارین شما که ما را دعوت کردین. فقط پیام مایی است که بیاین در روز ماه مبارک رمضان از درد مردم فقیر ما بیاییم و هر موضوع دینی را، هر بحث دینی امروز علمی ثابت شده، لطف کنین در مورد دین تا که دین ما در موضوعات دینی را عملی نکنیم، ما با تأسف مشکلات ما حل نمیشه. پس لطف کنین هم دین عملی کنین و علوم انسانی را در بخش روانشناسی هم مطالعه داشته باشین، چون زندگی ما را امینا میسازن. بسیار تشکر میکنم از شما باز همچنان و یک تشکری خاص میکنم همچنان از قاری صاحب معزز که در اینجا آمدن در برنامه و برگ سبز و تحفه درویش از طرف دومینیکا پال البته برشان تقدیم کردیم، مبلغ 5000 افغانی را که مواد خوراکه برشان گرفتیم. قاری صاحب، آخرین گفتنی خودت چی هست؟ آخرین پیام خودت بر عزیزای ما چی هست امروز؟ خیلی دوزی نیستم اون آخری پیغام از مام داده چی الله دې ټول مسلمانانو هم دغه شان ته ابتار نصیب کړي، لکه موږ چې دلته وکړو کنه ولا نه ابتار وو. دویم د همدغه نفر نه چې دا موږ سره کومک کړی دی، دومینه کافال چې دا موږ سره کومک کړی دی، الله دې دې ته اجر عظیم ورکړي او الله دې نور هم طاقت ورکړي چې دغه شان کومکونه وکړي. نو ډېره مننه چې دغه کومک یې موږ سره وکړو. آخري پیغام مې دا دی چې ټولو مسلمانانو نه، د ټولو توانمندو تجارانو نه زما دا خواست دی چې د بیچارهګانو لاس ونیسئ. د دنیا کم وخت دی او مختصر وخت دی، او موږ به بیا داسې زندگی او ژوند روان دی چې هغه د نه ختمېدو ژوند دی. نو الله به هم هغه آخري ژوند ښایسته کړي، نو الله دې زموږ هم ستاسو هم دغه آخري ژوند ښایسته کړي، او الله دې دنیا و آخرت موږ ستاسو ښایسته کړي. ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم برحمتک یا ارحم الراحمین. تشکر میکنم همچنان باز هم از قاری صاحب، واقعا صحبت های خیلی خوب داشتن. باش که ما مایک هم در استن بگذارم و یک بار دیگه هم از دومینیکا پال تشکری خاص میکنم و بابت پولی که روان کرده بود 12500 افغانی را به دو فامیل روان کرده بود که 5500 افغانی را امشب ما بر قاری صاحب عزیز کمک کردیم دادیم و این هم بلش قاری صاحب، این هم بلش پیش شما باشه. و همچنان یک تشکری خاص میکنم از فواد جان عزیز که برنامه هایی که کمکی هست براه انداخته و همچنان گفته نمونه که یک شخص است که خیلی وطن دوست و آدم مهربان هست، رئیس چینل صدای یوتیوب البته از صدای کابل که واقعا همیشه در هر حالت مهربانی های خود نشان داده و یک بار دیگه هم ازش تشکر میکنم. فواد جان عزیز از بابت انسان دوستی، بشر دوستی خودت خیلی زیاد تشکر میکنم، با وجود که اگرچه که رئیس ما هم است ولی به عنوان یک انسان که میفهمم که انسان خیلی خوب هست، بشر دوست است، به او خاطر باز هم تشکری میکنم ازشان. و پنج مبلغ 500 افغانی دیگه همچنان به خاطر کرایه راه برای قاری صاحب روان کردن که ما هم از طرف چنل یوتیوب صدای کابل برای قاری صاحب عزیز هدیه میکنم و یا هم برایشان میتونم. و باز هم یک دنیا سپاس، یک دنیا تشکر از دومینیکا پال که عزیزا را همیشه در یادشان هستند و کمک میکنند. قاری صاحب عزیزی هم 500 افغانی برای خودت که کرایه راه هم باز برتان روان کردن. زنده باشین عزیزا. یک چیز دیگه نگفته نمونه که برای قاری صاحب معزز، با وجود که مواد خوراکی که خریده شده در پایین گذاشته شده که تصویرش همچنان شما دیدین و برای قاری صاحب معزز خودشان همچنان در خریداری بودن، اما در از قاری صاحب اموجا دیگه خریدین، خودتان هم بودین دیگه. بسیار باشین عزیزا. این بود برنامه امشب ما که تقدیم شما عزیزا کردم. امید که مورد پسند هر یک شما عزیزا قرار گرفته باشد. تا دیدار بعد که باز هم خدمت شما عزیزا قرار میگیرم. خداوند نگهدار همه شما. ماه مبارک رمضان را به بسیار خوبی و خوشی ها سپری کنین و لبخند را هیچگاه فراموش نکنین.